کنفرانس حریت APHC شامل تمامی احزاب جامو و کشمیر تأکید کردند صلح پایدار در منطقه تا حل و فصل مناقشه کشمیر بر اساس خواسته های کشمیری ها امکان پذیر نیست. وکیل عبدالرشید منهاس سخنگوی APHC در بیانیه ای اظهار داشت حزب حاکم بهاراتیا جاناتا نمیتواند واقعیت مربوط به جامو و کشمیر را از طریق دستگاه‌های تبلیغاتی خود در طول روند انتخابات پنهان کند. وی در ادامه گفت که حزب حاکم هند با تبلیغ این مسئله که صلح در حال بازگشت به جامو و کشمیر است در حال منحرف کردن افکار عمومی جهان است، در حالی که واقعیت کشمیر این است که BJP با کمک ارتش هند به نوعی در حال سلطه‌گری بر این منطقه است. وی مخالفت دولت هند با برگزاری نماز جمعه و نماز عید فطر در مسجد تاریخی جامع سرینگر را محکوم و آن را نقض شدید حقوق اساسی مردم مسلمان این منطقه برای ادای دین خود توصیف کرد. وکیل عبدالرشید منهاس با ابراز تأسف از این مسئله که محاصره و عملیات جستجو و سایر اقدامات خشونت‌آمیز حزب حاکم زندگی کشمیری ها را تباه کرده است تأکید نمود که منطقه جامو و کشمیر به یک پادگان نظامی تبدیل شده است. برای صحبت بیشتر در این باره افضل رضا کارشناس مسائل پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای افضل رضا، حزب حاکم در هند چه اقداماتی را در آستانه انتخابات پیش رو برای انحراف افکار عمومی دنیا نسبت به واقعیت‌های جامو و کشمیر انجام داده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نظر سلام. سلام. میگم خدمت شما همکارید و بینندگان محترم شبکه نیوز. خب هیچ شکی نیست که دولت هندو نژاد و هندو برتری دانستن افراط‌گرایان حزب حاکم در هند یکی از شعارهای انتخاباتی خودش واسه رسیدن به رأی‌های بیشتر سرکوب جامعه مسلمانان در این کشور است. مسلمانانی که بالغ بر یک جمعیت بیشتر از کشور همسایه خودش پاکستان، یعنی بالای 300 نفر جمعیت دارند و با این وجود متأسفانه یک اقلیت در این کشور محسوب میشن. اقدامات دولت افراطی هند به سرکردگی ناریندرا مودی با نزدیک شدن به انتخابات عمومی این کشور علیه مسلمانان تشدید شده و ما اخیراً شاهد یک اقدام بسیار افرادگرانه از سوی دولت حاکم برای تأسیس یک معبد بر روی خرابه اون مسجد تاریخی به نام مسجد بابری بود که احساسات میلیون‌ها نفر مسلمانان هند رو جریحه‌دار کرد. ما اخیراً هم شاهد ممنوعیت‌های بی سابقه علیه احزاب سیاسی مسلمان در کشمیر اشغالی هستیم، به ویژه یکی از این رهبران کنفرانس حریت آقای میرواز فاروق نیست متاسفانه از سوی مسئولان دستشانده دولت افراطی هند در کشمیر بازداشت و به حبس خانگی محکوم شده. حتی در ایام ماه رمضان ما شاهد شدیدترین سختگیری های نیروهای امنیتی هند علیه مسلمان بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم کمپین های نهادهای حقوق بشری در حمایت از مسلمانان کشمیر به ویژه اون کسایی که مدعی احقاق به حقوق برای ملت‌ها و آزادی مذهبی هستن علی‌رغم شکایت در پارلمان‌های اروپایی، آسیایی و حتی در خود آمریکا به دلیل وابستگی‌های قوی کشورهای غربی به اقتصاد هند و شریک بودن هند در پروژه‌های کلان کشورهای غربی و یا خاورمیانه معمولا صدای مسلمانان کشمیری رو خفه میکنن تا اجازه ندن این چالش دولت افراطی هند به دوش دیگر کشورها برسه. بله، چه فشارهایی بر مسلمانان منطقه جامو و کشمیر تشدید شده که کنفرانس حریت هم بر آن تاکید نموده است؟ خب یکی از ساده ترین و واضح ترین ممنوعیت ها و سختگیری هایی که این روز دولت افراطی هندی برای مرکز متقابل میشه جلوگیری از آزادی بیان و نقض
حقوق بنیادین شهروندان مسلمان کشمیر هستش. نه اونا اجازه دارن به راحتی در نماز جمعه ها شرکت کنن، نه اجازه دارن به ویژه قشر شیعه اجازه دارن مراسم های عزاداری رو به صورت آزادانه برگزار کنن. ما دهه اول ماه محرم سال گذشته شاهد بودیم که چطور عزاداران امام حسین علیه السلام سرکوب میشن از سوی نیروهای اشغالگر هند. علی‌رغم اعتراضات برخی از کشورها به ویژه پاکستان که همواره مسئله کشمیر رو پیگیری میکنه، ولی به نظر میرسه دولت هندو برای رسیدن دوباره یا سه باره به قدرت میخواد از احساسات مردم هندوی خودش استفاده کنه و به اونا بگه مثلا ما داریم علیه مسلمان ها عرصه رو برای اونا تنگ میکنیم تا این کشور فقط یک کشور هندو باشه. بله. شما در جریان هستین که دولت هند برای بیشتر واضح کردن برتری هندوی خودش الان در سطح بین المللی در صدد جایگزین کردن نام اندیا به بهارت هستش، که فقط اسم بهارت برگرفته شده از همین مذهب هندو و این آداب و سنن اینا باشه. بله. آقای افضل‌رضا، چه راهکارهایی بین المللی برای وارد کردن حزب حاکم هند جهت تن دادن به مطالبات مردم جامو و کشمیر وجود داره؟ خب احساسات ملت‌ها رو نمیشه دفع کرد. با وجود کارشکنی دولت‌ها در حوزه حقوق بشر و یه رسیدگی به وضعیت مردمشون، به نظر من حاکمان کشورهای اسلامی باید بدونن اگر کسی دنبال فلسطین هست، کسی دنبال احقاق حقوق برای فلسطینیان هستش، باید این برای منطقه جنوب جهان یعنی آسیای جنوبی که همیشه شبه قاره یک مرکز واسه سرکوب مسلمان بوده توجه کنن. نهادهای جامعه اروپا که دم از حقوق بشر، حتی کشورهایی که حیواناشون هم دارای حقوق هستن و اگر شما مرتکب یک خطا در حق یه حیوان بشید حتی با جرایم و زندانی مواجه خواهید بود، باید از این کشورها انتظار داشت که شما دم از حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم میزنید باید چگونگی نقض آزادی بیان و چگونگی نقض سریع حقوق بشر از سوی دولت هندو علیه مسلمانان رو بهش توجه کنن و عکس العمل فوری انجام بده. ممنونم از توضیحاتتون. افضل رضا، کارشناس مسائل پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.